این یکی از محدود بازی مقابل ازبکستان دیگه، پنالتی هم ما دادیم که دروازه‌بانمون گرفت پنالتی رو. بله و ما باعث گل نخواه، خیلی خوب گرفت پنالتی رو. بله خیلی خوب گرفت. حالا پنالتی زن تیمون هم که خودت دیگه. بله پاس هم نمیدی کله، ببین بعضی موقع پاس نمیدادی تو اون بازی، قبول داری؟ خب شرایط طوری بود که من یه خورده تمرکزم رو آقای گلی بود، حالا که خدا رو شکر به این رسیدم، ولی اینکه نه تیمم خوب بود، خیلی خوب کار می‌کرد. خوب بودم، بعضی موقع مثلا میتونستی پاس بدی پاس نمیدادی. من دو سه تا بازی دیدم پاس نمیدادی. خب دیگه بعضی جا نیازه که آدم پاس نده؟ نه در همه شرایط، ولی شرایط آدم خوب باشه میتونه آدم خودش استفاده کنه. سردارم خوب بازی کرد، یعنی وقتی اضافه شد به تیم بازی اول فکر کنم خیلی گل خراب کرد. درسته، حالا اینکه ما واقعا کل تیممون خوب بود، از گلر تا فوروارد گرفته واقعا خوب بودن. حالا اینکه چون یکم کم تجربه بودن، چون الان تو ترکیب فیکس ما کلا 3 نفر بازی ملی داشتن بین المللی، یعنی حدود 8 نفر. سردار کجا بازی میکنه؟ سردار سپاهان بازی میکنه، سپاهان اصفهان. خب بازی که نمیکنه به دروازه جان؟ بله ولی در کنار بزرگاست. در کنار بزرگا. بله بله. و اینکه واقعا بنستیم بهتر از اینا حتی نتیجه بگیریم، ولی الان دور بعد دقیقاً کی هست؟ دور بعد فکر میکنم مهر آبان 91 باشه. کجا؟ هنوز میزان مشخص نشده. اگه ببریم مسابقات جهانی دیگه. بله به امید خدا. واقعا اگه بیشتر توجه شه به تیممون، بیشتر شما سنت میخوره که میتونی تا اون موقع. بله تا همه بازیکن میتونن. بله همه میتونن، چون بازیکنایی که تو مقدماتی بازی کردن میتونن در اختیار تیم باشن. شما خوب صحبت میکنه نسبت به مرسی نظر. به اروپا اینا حتما فکر میکنی بعد در رویاهات؟ بله 100%. حالا اینکه من واقعا از برنامه‌ریزیه که تو فوتبالم داشتم این بود که تو 18 سالگی بتونم تو لیگ برتر و اینکه به کاپیتانی تیم ملی برسم. حالا خدا رو شکر به این دو مهم رسیدم. حالا اینکه بتونم تو 2-3 سال لیگ خوب کار کنم و اینکه بتونم یه خورده بیشتر اسمم باشه تو لیگ و اینکه بتونم بعد به تیمای اروپایی راه پیدا کنم. بعد فوتبال کیو دوست داری تو ایران؟ تو ایران آقای مهدوی کیا که هم تیمیش هستم، واقعا چیزای خوبی بهم یاد میدن، چون الان با هم در ارتباط هستیم در تیم، واقعا خیلی کمک میکنم به جوونا. بازیکن تیم ملی چی؟ بازیکنهای تیم ملی در حال حاضر واقعا آقای نکونام، چون که هم لژیونر هستن هم بازیکن حرفه‌ای هستن. تو جهان فوتبال کیو دوست داری؟ تو جهان حالا به پستم هم نمیخوره، من راست هستم، ولی حالا شمع گلزنی دارم، فرناندو تورس رو بیشتر علاقه دارم بهش. آره فعلا گل نمیزنه، خیلی وقت گل نمیزنه. آره خیلی وقت البته. این حالا یه نکته ای که این بازیکنایی که در رده سنی جوانان بودن روند پیشرفتشون خیلی محسوس نبوده این چند سال اخیر. ما آمار دو دوره اخیر تیم ملی جوانان رو حالا بچه‌ها آمار دارن، اون آمارشو با هم ببینیم. یعنی مثلا به اون شکلی که باید شاید بازیکنایی که در رده سنی جوانان بودن نیومدن در بعدن بلافاصله اضافه بشن به تیم. الان تیم جوانان سال 2006 رو یه مرور بکنم که خب الان حقیقی چرا خوب اومد بالا، فروزان، پولادی، چترابگون، اما مثلا میثم مهاجر الان کوریا غفاری الان بازی میکنه، سامان آقا، اما حسن یوسفی کجاست؟ من شما میدونید؟ نه عطابک نمازی بود فکر کنم پارسال دیگه پوینت. این تیم آقای احمدزاده است، سینا اشیری هست، علی امیری یه زمان رفت الان فکر روان آل خمیس چمنار رو زنیت پور. اینا هیچ کدومش الان فیکس تیم ملی نکنید. 2006 تیم ملی جوانان بوده، الان یه حقیقی تو تیم ملی، یه مرداد پولادی فیکس تیم ملیه، کمال کامیمی اومد تیم امید و بقیه هیچ کدومشون فیکس تیم ملی نشدن. اما شما کشور دیگه نگاه کنید، این تیم مثلا جوانان خوب که بود، مثلا تیم احمدزاده خیلی خوب بود اون موقع. بعد دوره بعدش سال 2008 بازم نگاه میکنیم الان هیچ کدوم نیومدن در ادامه به فیکس تیم ملی تبدیل. همشون هستن تو لیگ، یه سریشون هستن، یه سریشون الان نیستن. مثلا آرمن طهماسیان نمیدونم الان کجاست، بقیه‌شون یا حسن جعفری، سروش رفیعی الان بازی میکنه، علی محمودی ناکلی، اینوان موسوی الان اون تیم نیکولی چه سال 2008 است. اینا هیچکدوم آره دیگه، نه هیچ کدومشون الان فیکس تیم ملی نیست، اصلا تو تیم ملی نیستن هیچ کدوم. بله کریم انصاری فکر کوش نیست. آه حسن کریم انصاری، کریم انصاری با احسان هایصفی دو نفر از 23-24 آمار خیلی مسلمان هم که الان به تیم ملی اضافه شد. خیلی کمه این آمار، یعنی واقعا آمار رو خیلی کمه که اضافه. این سال 2010 اینا من دیگه دینفه با دقت نگاه کنم. امید آلیشا الان اومده در سطح لیگ داره بازی، یعنی خیلیش اصلا در عدد لیگ هم الان دیگه نمیان و بازی نمی کنن. پیام صادقیان امسال خوب شده، تیم آقای علی دوستی است. مرتضی پورعلی گنجی در تیم نفت داره بازی میکنه. بازم میگم به اون شکل این رونده، چون فکر کنم اینا خودم هم بودم البته. آره خودت هم هستی. خب نه میگم تو لیگ. آره کوشی هستی؟ بله ده.
اون قسمت سه تا مونده با آخر. آه سه تا مونده با آخر. آره آره. الان این بازیکن که الان امسال هستن دو سال 2011 بله، چند تاشون فکر میکنه باید مثلا سه سال دیگه جزو تیم ملی باشن؟ میتونن؟ به نظر من واقعا 50% بچه‌هامون، حالا اینکه واقعا اگه خودشون بخوان، حالا من دلیلش رو دو چیز میدونم به نظر خودم. یکی که همینجور شما گفتید به بازیکن‌ها بها نمیدن تو لیگ تا حتی بتونن لیگ یک لیگ برتر بازی کنن، و یه دلیل اینم که به نظر من بازیکن‌های جوونمون خیلی زود سیر میشن. حالا اینکه آره یه مشکل، آره آره زود سیر نمیشه، معلومه سیر نمیشه. آره حالا فعلا اینکه برنامه داری برای خودت خیلی خوبه. بله حالا اینکه زود سیر میشن، یعنی از رده‌های نوجوانان به جوانان و امید به بالا دیگه محو میشن. بله حالا این دوتا مشکله که ان بتونن برطرف کنن جوونامون. خیلی خب، ما بعد ما یه اورکشن بود انجام بدیم قبل از که ازت خدافظی کنیم. ما الان اول مهمون برنامه هستی که اینجا هستی. بله اورکشی رو بچه‌ها آماده کنن که با علیزاده جهان بخش انجام بدیم. خب من از شما کمک میگیرم، بعدش از شما خدافظی میکنیم. بله. و بعد خب این قرعه کشی هفته قبل ما انجام میدیم با کمک علیرضا جهان بخش. هفته قبل 1,613,533 پیام دریافتی داشتیم. فقر فرهنگی 65% گفتم مشکل اصلیه، در واقع دلیل ناهنجاری اخلاقی است. بعد 16% باشگاه ها، 10% بازیکنان، 5% رسانه ها و 3% تماشاگر ها. 154,217 نفر تعداد اعضای باشگاه 90 تایی ما هستن که 108,000 تاشون برنامه قبل شرکت کرده بودن و کل موالا داره به مرز 26 میلیون میرسه. برنامه قبل رسید به 25,731,268 موبایل منحصر به فرد. آقای جهان بخش از 1 تا 108,892 9 شماره 9 دوست داری ها؟ بله شماره 142 بار شگرد کرده. 0911 طرف خودتون هم بکنم. بله درست. آخرش 54-24 از 108,000 تا 350,000 208,500 بعد از این بخش ما سراغ یه بخش میریم که تا در موردش خیلی کم صحبت کرده بودیم و بعد در ست روبه اواخر برنامه در خدمت شارخ بیانی خواهیم بود. 67 بار 0-36 آخرش 97-20 350 تا 550,000 423,009 نفر سوم یه بار فقط شرکت کرده 930. همیشه یه دونه یه بار داریم، خیلی جالبه. 550 تا 750,000 653,000 دو بار 936 آخرش 7511 از 750 تا 950,000 853,934 الان درس در چه وقتی درس میخونی؟ من دیپلم مکانیک خودرو دارم. مکانیک خودرو؟ بله. اداره تسلیمات تو برنامه‌ای که بعد خودت در نظر گرفتی داری؟ بله بله. 25 بار 938 آخرش 9961 950 تا 1950 983,500 نفر شیشم 115 بار 913 آخرش 5795 1,150,000 تا 1,350,000 1,250,340 نفر هفتم 21 بار 936 12,83 1,350,000 1,433,009 این هم نفر هشتم 67 بار 919 آخرش 3,14 نفر آخر هم که این هم جزو باشگاه 90 تا یا هست اون بازه 1,703,977 آخرش دیگه. بله آخرش. یعنی میخوایم تستی بزنیم بینندگان که الان بیدار هستن، الان بهشون زنگ میزنن بچه ها 900
11 آخرش 14 28